سلام به شما بینندگان عزیز، شاهد برنامه کوتاه و خبر هستید و مهمان امروز برنامه سینا پدرام هست با سوالهایی که از ایشون میپرسم. ضمن خوش آمدگویی به سینا پدرام، من اولین خبر رو میگم و سوالم رو میپرسم. آمریکا در اجلاس وین شرکت میکنه، صالحی میگه بنبست شکسته شده. سوال اینه که آیا جمهوری اسلامی به خواسته های خودش رسیده و آمریکا در این پروسه شکست خورده و برجام برمیگرده و جمهوری اسلامی به ثبات سیاسی و اقتصادی میرسه؟ بفرمایید. تا اونجایی که من متوجه شدم آمریکا تو این اجلاس شرکت میکنه، ولی مستقیما وارد مذاکره نخواهند شد. اینکه آمریکا میخواد وارد این مذاکرات بشه طبیعیه و به نظر من چون که شرایط تغییر کرده، طبیعتا جمهوری آمریکا و اروپا قصد دارن که فشارهای زیادی به جمهوری اسلامی وارد بکنن و مذاکراتشون رو بر پایه‌های دیگه غیر از مسئله تسلیحات نظامی یا اتمی داشته باشن. مسئله خاورمیانه قطعا یکی از رویدادهایی که تو این برجام فعلی یا برجام آینده مطرح خواهد شد. نقش جمهوری اسلامی در منطقه مورد سوال قرار خواهد گرفت و مضاف بر اون مسئله اتمی هم ممکنه نقشی داشته باشه در این مذاکرات. آمریکا قطعا میخواد که بیشترین فشارها رو وارد بکنه، منتها به شکلا و اشکالی که قبلا توی دوره اوباما یا دوره ترامپ صورت نگرفته بود. شرایط تغییر کرده، برجام هم مثل یه پروژه شکست خورده است تا حدود زیادی برای تمامی اصطلاح طرفین. اینکه برجام سابق چجوری بوده، برجام آینده به چه شکلی تر خواهد شد، اینو باید ببینیم و بذاریم و ببینیم که چه چیزی پیش خواهد. اون چیزی که به نظر میرسه اینه که طرفین مذاکره با شرایط کاملا متفاوتی وارد این اجلاس خواهند شد یا حداقل اجلاس های دیگه. از نظر من اون چیزی که در به اصطلاح چیز سیاسی بهش میگن رایزنی های سیاسی یا زبان دیپلماتیک بهش میگن رایزنی های سیاسی، اون پشت پرده ها خیلی مهمه که چقدر کدوم طرفین میتونن فشار بیشتری به جمهوری اسلامی وارد بکنن. مسئله چین و شوروی هم توی این مسئله، ببخشید روسیه هم توی این مسئله دخیله و اونها رو هم اروپا وارد این برجام میخواد بکنه. ببینیم که در آینده چه چیزی برای ما حاصل میشه، ولی برای جمهوری اسلامی مشخصا میشه گفت که فشارها بیشتر خواهد شد و این برجام برخلاف برجام گذشته فشارهای سیاسی و منطقه‌ای رو روی جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. بله. و سوال دوم، سخنگوی قوه قضاییه به دخالت به اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی متهم شد. چرا قوه قضاییه این چنین جانبدار در این پرونده اعمال نفوذ کرده و خاص خانواده ها چیه؟ بفرمایید. ببینید تو تمامی دنیا قوای سه‌گانه از هم جدا هستند، نمیتونن اعمال نفوذ بکنن. ضمن خود دادگاه ها مستقل از رؤسا و قوه قضاییه عمل میکنه در بسیاری از کشورها و در قوانین اساسی این کشورها این داخله. طبیعتا توی رژیم اسلامی هم قانون اساسیش همینو گفته، ولی اینکه اجرا میشه کاملا عرض 42 سال گذشته ما دیدیم چنین امری نه میتونه نه اجرا شدنیه. تفکیک قوای سگانه در رابطه با مسئله سعید طوسی به طور مشخص هم بیت رهبری دخالت کرد و هم رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی توی این مسئله دخالت داشتن و سال 91 چون سال 98 کردن سال 96 به طور کامل تبرئه شد و طرفه این که کسایی که شکایت کرده بودن، یکی از اون شاکیان الان به 15 سال زندان محکوم شده. من فکر میکنم که یه بخش بزرگی از مسئله به خود سیستم قضایی توی جمهوری اسلامی برمیگرده که بیشتر حوزه‌ای و فقهی و ملایی آخوندیه تا اینکه مدرن باشه. بخش دیگرش هم برمیگرده به نظر اسلام در خطر میفته با اینکه یکی از قاریان قرآنش به خاطر
مسئله تحریک، البته حکمشون اینجوری بود یا شکایت اینجوری بود تجاوز که به بچه های کودکانی که تحریک جوانان به ارتکاب مسائل جنسی. خیلی خیلی چیز جالبی هم هست خود اتهامی که به ایشون وارد شده، به جای اینکه تجاوز بگن یه چنین تیتری رو قائل شده. بله، مثل اینکه همه ادیان تو این زمینه با هم مسابقه میدن، کلیسا و کشیشان، اینجا اسلام، یهودیت، در تجاوز به کودکان، همه با هم دیگه منافع مشترکی دارن. منافع مشترکی دارن، ولی ضمناً اینکه به هر حال وقتی چنین چیزی افشا میشه سعی میکنن سرپوش بذارن. مثلا بله. کلیسای کاتولیک همین اواخر هم به همین شکل بود. بله. و خبر سوم، کرونا در ایران، رکورد آمار بستری در تهران شکسته شد. این خبر، سوال اینه که پیچیدگی کرونا در ایران چیه؟ تأمین مردم و واکسیناسیون عمومی، اینها دور از انتظاره؟ بفرمایید. ببینید، وقتی در مورد کرونا بحث میکنیم، پیچیدگی ویروس یا پیچیدگی واگیری این ویروس رو میشه در یه شرایط متعارف قبول کرد، بررسیش کرد و حتی به نتیجه رسید. میشه به اصطلاح در مقابل این مسائل کنترل بهتری داشت. ولی در مورد جمهوری اسلامی، کرونا تبدیل شده به یه سلاح، به یه اسلحه بر علیه مردم. نه اینکه نمیخواد به اصطلاح کاری بکنه، حتی از این مسئله استفاده کرده که بر علیه مبارزات مردم کرونا رو استفاده بکنه. اما برگردیم به مسئله خود بهداشتش، یا خود به قول خودمون گفتنی بهداشت عمومی. ببینید، این تبدیل شده به یه بازار. خود واکسیناسیون توی سطح دنیا بازار تبدیل شده به یه منبع درآمد و سود و غیره برای شرکت‌های دارویی، و از این زاویه باید کلن واکسیناسیون در اختیار تمام شرکت‌های دارویی قرار بگیره و فرمولش که به صورت بیشتر انبوه تولید بشه و در دسترس تمامی جهانیان قرار بگیره. در مورد جمهوری اسلامی ما اینو شاهدش بودیم که رهبرش گفت که واکسیناسیون اصلا حرامه، یا کلن این نوع واکسن‌هایی که در انگلیس و آمریکا تولید شدن حرام هستن، نباید خریداری بشه. این یه نوع قتل عام دولتیه. من حتی میگم قتل عام، به خاطر اینکه ما الان در ایران شاهد یک چنین وضعیت وحشتناکی هستیم که شهرهای مختلف، شهرستانهای مختلف، تا اونجایی که من میدونم 47 شهرستان. وقت فقط خیلی کوتاهه. بله، وقت خیلی کوتاه، شما فقط 2 دقیقه مونده و 1 سوال دیگر هم باقی مونده. بفرمایید، جنبندی کنید صحبت. کلن میخواستم اینو بگم که به هر حال مسئله بهداشت رایگان یه چیزی روی میزه که باید جنبش‌های مختلف اجتماعی فشار بیارن به دولت‌ها، و از جمله دولت جمهوری اسلامی. شدنی بهداشت باید رایگان باشه، از جمله واکسیناسیون. بله، همینجا شما حتما در جریان هستید که جمهوری اسلامی خرید واکسن رو با عرض نیمایی سپرده به شرکت‌های خصوصی که بیارند و بفروشند و سودش رو ببرند. و مسئله آخر، مخالفت فیلمسازان ایرانی با سند همکاری ایران و چین. اونا میگن فاقد وجاهت و مشروعیت است این سند همکاری. سوال اینه که مخالفت با این قرارداد 25 ساله کم نیست. این مخالفت‌ها یا به خاطر فروش ایران به چین است؟ مردم حق ندارن از این نظر که دولت چین مدافع سرسخت جمهوری اسلامی است از این قرارداد بیزار باشند؟ بفرمایید. ببینید، اعتراض مردم به این مسئله یه قضیه است که به نظر من درسته. از هر زاویه‌ای که مردم بلخص به مسئله فشارهایی که روی مردم خواهد اومد از طریق این قراردادها، اگه مردم اعتراضی دارن به درسته. اگه دولت‌های دیگه یا جنبش‌های اجتماعی مثل جنبش سلطنت طلبا و غیره و اینا میان از این مسئله پیراهن عثمان درست میکنن، به نظر من در اصل این قرارداد با قراردادهایی که با شرکت توتال یا با شرکت‌های دیگر نفتی توی ایران در 40 سال گذشته بسته شده هیچ تفاوتی ندارن، از زاویه اینکه به قول معروف دعوا بر سر لاف ملاست. به ملت ایران، به مردم ایران چیزی نخواهد رسید، چه به اصطلاح با چین باشه، چه این قراردادها با آمریکا باشه.
گفتم از زاویه های مختلف میشه به این مسئله برخورد کرد، متاسفانه وقت نیست. بله، پس من امیدوارم که بتونیم در شرایط دیگری بیشتر این بحث رو باز بکنیم. مسئله بر سر این که چین یک مدافع سرکوبگر، حتی آموزش نظامی سپاه پاسداران نیروی اطلاعاتی رو داره، و از نظر شما از این نظر خب خطرناکتره. نظر من که بر علیه چین یا قراردادهایی که برای چین هست، از بله. هر نظری باید در مقابلش وایساد. چین مستثنا نیست. اگر آمریکا هم بخواد این قراردادها رو با ایران ببره، باید بله. در مقابلش وایساد، چون که دارن به اصطلاح یک رژیم سرکوبگر رو دارن دقیقاً. بیشتر زیر بال پرش رو میگیرن. مرسی، خیلی ممنون که در برنامه‌مون حضور پیدا کردید. بینندگان عزیز، با سینا پدرام بودیم در برنامه کوتاه با خبر. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.